تقریباً 1000 نفر از دانشجویان ترکمن که محصل مکاتب عالی تاجیکستان بودند نتوانستند تحصیلشان را در این کشور ادامه دهند. همین گونه به آنهای هم که با سبب مشکلات خانوادگی در جریان خانش به وطن رفتند امکانی دوباره برگشتن به تاجیکستان را ندادند. کارشناسان میگویند مقامات ترکمن به این وسیله میخواهند از بیرون شدن پول جلوگیری نمایند، زیرا دانشجویان ترکمن در تاجیکستان در بخش های شرطنامه‌ای تحصیل میکنند و بر علاوه برای زندگیشان در اینجا مبلغ صرف میشود. اکثر دانشجویان از ترکمنستان که شمارشان نزدیک 2000 نفر را تشکیل میدهد در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه میخوانند. اینجا سبب ها زیادند. عامل اصلی این است که والدین دانشجویان با دلار مبلغ انتقال میدهند. برای حکومت این وضعیت چندان مقبول نیست، چون در ترکمنستان بحران اقتصادی است. دانشجویانی که حالا در تاجیکستان تحصیل را ادامه میدهند میگویند به اختصاصهای آنها در ترکمنستان طلبات نیست. این است که مقامات کشور هم درسان آنها را اجازت نمیدهند از ترکمنستان بیرون برایند. اما با این وجود هم دانشجویان نمیخواهند تحصیلشان را در تاجیکستان ترک کنند. در جماعت خورد ما 3000 دانشجو آمده میگویند برای ما کار بدهید. در یک جماعت کوچک 3000 دانشجو از خارج کشور. از کجا به آنها کار میدهند؟ میفهمید حالا در آنجا برای کار جنگ است. در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه میگویند امسال اکثر دانشجویان به هنگام تعطیل به وطن نرفتند و تا ختم و گرفتن دیپلم در خوابگاه میمانند. چند نفری که ناچار بودند به ترکمنستان بروند دیگر برنگشتند. تنها در یک حالتی که از کورسی یک فاکولتتی زبان روسی دختر دانشجوی بود که یعنی که به ترکمنستان رفت و دیگر برگشته نیومد. روسیگاب انیق سبب برگشته نیومدنش رو ما هم نمیدونیم، چون که اون کس با عریضه مراجعت کرده برای دیداربینی مادرش رفته بود، دیگر برای نیومدن اون یگان معلوماتی وای هم نداریم. در ماه اپریل وزارت معارف ترکمنستان رویخط دانشگاه های خارجی را تهیه کرده است که تنها دیپلمی آنها در کشور اعتبار دارند. نام دانشگاه های تاجیکستان در رویخط نیست. اما با این هم دانشگاه های تاجیکستان قبول دانشجویان ترکمن به فاکولته های گوناگون را ادامه می دهند. انتخاب کسب آزاد است، چی برای شهروندان جمهوری ترکمنستان و چی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان، و ریاست دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و مؤسسه ما وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آمده است که همه طرفا دانشجویان خارجی چی از جمهوری تاجیکستان چی از دیگر جمهوری ها را در کمیسیه قبول به صفت دانشجو قبول کنیم در اختصاص هایی که زیاده از 70 اختصاص در شعبه تحصیلات فسیلی و روزانه داریم. ما تیاریم که همه جانبه اونها را قبول کنیم. بنا به اطلاع بخش ترکمنی رادیو آزادی، منبعت تنها به آن دانشجویان اجازه انتقال پول میدهند که فهرستش از جانب حکومت تصدیق شده است. رهبریت دانشگاه آموزگاری میگوید فعلا با پول سپاری دانشجویان مشکل ندارند.